Manga starts in the 1880s. خاستگاه مانگا ژاپن سالهای 1880 و آغازگرش نقاشی به نام کانابه کیوسای. ما اینجا یه پرده 17 متری از نقاشی پرده کیوسای داریم. کانابه کیوسای پیکاسو ژاپنه. او این پرده 17 متری رو در 4 ساعت نقاشی کرد. پرده رو روی زمین باز کرد، یه قلموی بزرگ برداشت و همچنان که می‌رقصید این ارواح عجیب و شگرف رو روی پرده نقش کرد و این پیدایش مانگا بود. اما مبدأ واقعی مانگا، یعنی کسی که در سال 1947 مانگا رو به عنوان یک سبک جا انداخت، تزوکا اوسامو بود. استاد تزوکا خدای مانگاست. او 17 سالش بود که اولین مانگاش به نام جزیره گنج رو خلق کرد. جالب اینجاست که در سال 1947 که مردم ژاپن در فقر شدید به سر می بردن، 400 هزار نسخه از این کتاب چاپ شد و همش فروش رفت. مانگا اوائل در روزنامه ها چاپ می شد. در دوران جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ بود که به صورت کتابچه های مجزا چاپ شد و مردم می تونستن اونو کرایه کنن یا با روزنامه می اومد. اینجوری بود که مانگا اومد توی مجله ها و الان بیشتر به صورت مجله و کتاب ارائه می شه. دو تا ژانر اصلی مانگا شوجو و شوننه که شوجو زنانه است و شونن مردانه. ولی معنیش این نیست که خالق یا مخاطب شوجو حتما زنه و مال شونن مرد. زنانگی و مردانگی بیشتر در سبک نقاشی ظاهر میشه. مانگای زنانه خطوط نرمتری داره. جهان درون رو نشون میده. سمبولیک تره. به روابط انسان میپردازه و خیلی عمیقه. مانگای مردانه بیشتر خطوط خشک داره. پرتحرکه و پر از ماجراجوییه. خیلی عمیق نیست ولی جذابه. باور ما اینه که مانگا میتونه یکی از زبانهای بین‌المللی آینده باشه. اینکه این روزا اینستاگرام اینقدر مورد استقبال قرار گرفته نشون میده که علاقه به بیان و گفتگوی تصویری زیاد شده. کلمات در درجه دوم قرار گرفتن و داستانها با تصویر روایت میشه. و مانگا هم دقیقاً همینه.